سلام، به های میدان و تای میدان با من باسد ایرج در ولایت زیبای قندهار خوش آمدید. امروز به جای می رویم که از دانه های یاقوتیش طعم صمیمیت می بارد و از باغهایش رنگ سرخ شادمانی. بله، ما می رویم به ارغنداب، دعا می کنیم به زیارت بابای ولی و در بند بزرگ دهله کشتی سواری خواهیم کرد. اما پیش از همه چیز میریم سر میزنیم به یکی از کارخانه های صابونسازی در ولایت زیبای قندهار که از انار ارغنداب اونجا صابون آماده میکنن. داشتای فوق العاده خوب آمد نظر گرفتیم تا تقدیم شما خوبان بکنیم و تا یک ساعت هم بینده برنامه خودتان های میدان و تای میدان باشین. جا داره که تشکرم بکنم از حامی برنامه ما انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودند. با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. خب دوستا، قسمی که براتون گفتم که ما سر میزنیم به یکی از کارخانه های صابونسازی در ولایت زیبای قندهار آمدیم و آقا صاحبان با مشکل پیدا کردن. خوش آمدید. سلام برسه. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ بخیر هستین؟ خوش آمدید. زنده باشین. تشکر. کارا مصروفیت ها بخیر میگذره؟ الحمدلله، منتظر شما بودیم. خوشحال شدیم که بخیر رسیدین. جای نو چقدر مقبول ساختی، درختای گلا. شما زنده باشین. بس مثل میسابونای انار قندار بسیار هم تو خوش رنگ و زیباست. خوش باشین، زنده باشین. تشکر. بره که بریم اصلی صابون یاد کردین که می پروسه صابونه برتان از ان شاء الله. به خاطر ما اومدیم دوستا. در کنار ما آقا صاحب سعید محمد سرور امانی است، مسئول می کارخانه صابون سازی در ولایت قندهار. بفرمایید آقا صاحب که بره. بفرمایید. مهربانی. این فکر کنم امی کرچک است، درست نیست؟ یه یک بوتیش گرفتیم که بخیر آمده یه روغن کشید. بفرمایید. بله دوستا، و حالا ما آمدیم به می بخش اول کارخانه و آقا صاحبم در کنارم است. آقا صاحب، یک چیزی که همی اولین سوالی که به ذهن ما خلق شد، از این بر ما بگو که چی انگیزه باعث شد که خودت اقدام به همچو کاری بکنی؟ اول خوب برای شما بازم خوش آمدید میگیم که در کارخانه ما آمدین. ما اینجا همیشه کمبوتی های کاسی های زیادی را داشتیم در افغانستان که اکثرا مردم به نام بیسیوادا، به نام کسایی که جنگ گره خوش دارن و دوست دارن یا تاریاک کشت میکنن، مواد مخدر می فروشن، امی چیزها را ما را کمک مایی ساختن. ما گفتم یک ابتکار را کنیم که مردم دنیا هم ببینن که ما چنین اجناس را داریم و به درد مردم هم میخورن، و خودم هم یک ابتکار کردیم. امی به حساب امی مطالعات را کردیم، گیاهی را که ما داشتیم و برای مردم های دیگه مثلا در کشورهای دیگه یافت نمیشدن و را زیر مطالعه قرار دادیم. بالاخره تانستیم که از اون صابون جور کنیم و مقبولی را به دنیا معرفی کنیم که ما مقبولی را خوش داریم و صفایی را خوش داریم، و بالاخره برای زنا هم صادر کردیم. دقیقاً. لطفتان است آقا صاحب، فعلا در این بخشی که هستیم برای ما بگوین که این بخش شامل کدام کارا در این بخش انجام میشه، صورت میگیره؟ قسمی که برش تمام شما معلوم است، صابون از روغن جور میشه.
ما روغنای گیاهی را در صابون خود به کار میگیریم که یک گیاهی به حساب هستن که از ترخ است، پودینه است، مثلا گلگلاب است اینا، و این بخش از سام سخت ما روغنش میگیریم، مثلا از بادام، از هسته انار و از هسته انگور و اینا، این ماشین ما همی از سام سخت روغنش میگیریم. رو وقتی که روغن گرفته شد، باز روغن در صابون به کار میگیریم. درست درست، روغن توسط از این ماشین گرفته میشه؟ بله بله، از سام سخت. ما ماشین های دیگر داریم که از گیاه هم روغن میگیرن، ولی اینا از اجسام سخت. اجسام سخت است. فعلا چیزی گندم است؟ نه خیر، نه، این دانه خسته انار است یا هسته انار است. ما به این قسم در آوردیم تا که این آماده از این شود که روغن از این گرفته شود. اگر مثلا او چسب بروی از این داشته باشد، باز روغن از این گرفته نمیشه. به چی شکلی رقم آماده میشه؟ بخیه مثل گندم بریان شده. چندین بار این شستیم، دوباره خشک کردیم و بالاخره آماده از این ساختیم تا که ماشین از خود رد کنه و نچسبه در ماشین و روغن بتبره ما. یعنی روغن هم داره اید؟ روغن داره، روغن داره. بله. اما دوستا که میگن من اولین بار بود که با چشم خود دیدم، میگه از ریک روغن کشیدن، اما تو میشه باز دوستا مزاق میکنن، میگه هر چیزی که نشان میده، میگه با قاسم نشان ندین که بازی روغنش هم میکشم. ایره داریم. بله شما خب فکر میکنم این همو توفاله است که بیرون میشه زید، درست؟ بله، این توفاله را از انار و مثلا از بادام توفالهشه که ما میگیریم. باز افرادی که فارم دارن، مثلا ماهاشی دارن، باز میبرن برای از اونا میتن، حتی گفتن که برای گوا داده شوه بسیار مثلا شیرش بیشتر شده میره، حتی اوج میش یا مثلا چاخ شده میرن. درست، همی کنجاره دیگه کنجاره ازی. بله همی کنجاره. باز ما یعنی یه چیز ما ایتوگ نیست که ما بیرون بندازیم. ما که بادام میگیریم، بادام شکسانده میشه، پوستش میره، خانوما میبره برای خود نان پخته میکنه توسط از یا بخاری خود گرم میکنن سرشان، و این کنجاره که میمونه کنجاره مواشی از اینا میخورن. آقا صاحب در رابطه با این برای ما بگو که ایجا چند نوع صابون آماده میشه، جور میشه در این کارخانه؟ ما 7 نوع صابون داریم که مشهورترین صابون ما صابون انار است، از خاطر که قندار انار خوب دارند، دیگه از خاطر انار ما بسیار مشهور است دیجا. ما 7 نوع صابون داریم که صابون بادام است، صابون زیره، صابون ما دو نوع گیاه داریم به نام ترخه، یکی ترخ کویی است که ترخ زرد است، یکی ترخ باقی است که اوسیاس از اوناست، از پودینه است، و ای اجسام ما از الویرا هم تازه شروع کردیم که کشتش در افغانستان زیاد شده، از الویرا هم داریم و انار هم داریم. بسیار خوب، از خواص شون مگه برام بگین که اینا چی خواص داره؟ انار خواص های بسیار خوبی دارن، مثلا اکثرا برای جلد چرب اینا استفاده میشه، ویتامین هایی که در خود انار است یعنی برای جلد بسیار مفید است، دیگه از او خاطر مردم بسیار ایره پسند کردن، خصوصا خارجا ای اجناس یعنی خسته انار هم ندارن، روغن انار هم ندارن، بازار روغن انار در خارج یعنی بسیار بلند است. اونا حتی عادی استفاده نمیتونن بکنن برای جلد، خوشبختانه ما داریم اینجا ازشان صابون استفاده میکنیم. بسیار خوب، اینجا ما چند دانه از بلرار هم دیدم که میشه در رابطه با اینا هم بگن، اینا چی داره داخل خود؟ اینا تمامش از روغن پر است، زمانی که صابون ساخته میشه از اینا روغن میگیرن، هر کدامش از خود چیز داره، مثلا روغن کنجد است، روغن بادام شیرین است، هسته زردالو است، اینا نامش رو بگیریم یا نگیریم، گرچه خاش خاش گرچه در مخدرات کار میشه، ولی روغنش بهترین روغن داره که روغن بسیار خوب داره. خب افغانستان هم کشوری است که نباتات طبیعی یا هم صنعتی در اینجا زیادتر است و بیشتر به دسترس هموطنان ما قرار داره، به شرطی که بتانیم ازشان استفاده خوب داشته باشیم همچو آقا صاحب، و بتانیم که در اقتصاد کشور و چرخه اقتصاد خانواده ها ازش استفاده بکنیم، چون نقش خیلی مهم داره. آقا صاحب اینجا این مسکه است؟ نه خیر، نه، این ما گفتیم صابون است. زمانی که این روغن گرفته میشه، باز یک فرمولی چیز سرش اجرا میشه، به این شکل در میایه. وقتی که این شکل در آمد، ایره مردا ایره جور میکنن، ایره یک روز سر زمین میزی تیر میکنن، باز روز دیگه میره دوباره
در بخش زنا زنا دوباره ایره تراش میکنن و شکل و رنگ میتن و بالاخره هم صابون ارغند از پیشش جور میشن. خب آقا صاحب اگر بر ما بگین که چند نفر اینجا فعلا مصروف است و کاروبار میکنن؟ متاسفانه با تبدیل نظام اینجا کارگر ما خصوصا بخش زنای ما کم شد و بازار خارجی که ما داشتیم اکنون بازارم رکود است، یعنی نخواستن دوباره در نداریم، فرمایش از اونا نداریم. حال کارگرای ما تا حد کم شده و امید است انشاءالله سمپلا را ما روان کردیم که به ایالات متحده امارات اونا را به چین هم روان کردیم انشاءالله داینده دوباره خواد شروع شد. انشاءالله شاید شکوفایی و رونق بیشتر کاروبار شما هم هستیم. زنده خب اگه خوب است که بریم از بخش دیگه هم دیدن بکنیم. مهربانی مهربانی دوستان منتظر هستن. بفرمایید. بخیر باشین. قدر مانده نباشین. مانده نباشین. خوش باشین. بفرمین آقا صاحب اینجا بشینیم. قصه را داشته باشین. خب. بچشم. این صابون صابون انار است. خب. این خودش هم انار و ریز دوست دارم. بله. این صابون به حساب ما زمانی که روغن از ماشین کشیدیم بالاخره گمو قسمی که شما گفتن کیک وریست از او با باد میره تراش میشن، وقتی تراش دوباره شکل و رنگ داده میشه برازی. وقتی که رنگ داده شد تا پرچی رکم ای باز میره ستور. مثلا یک ماه مکمل دستور تیر کرده ای در جای گودام درست. دوباره که برآمد این قسم چملوک چملوک می باشه. درست. زمانی که این امی رقم می باشه باز اینا با همی سنگیره خب گفته شما لطش میکنه که صاف شوه. وقتی که صاف شد باز شسته میشه. زمانی که شسته شد آماده پیک می باشه. درست درست دوباره به این شکل جور میشه. آلی ای خب تو به سنگ زدگی شده صاف شده صرف. وای سو بوز ای با شکل‌های مختلف تراش میشه درست است نه؟ زمانی که تراش شد از این دوباره مثل خمیر وار یک چیز جور میشه، ایرارات داده میشه، باز شکل‌های مختلف هر صابون ما شکل خود داره. اینجا از دوستان ما باش که بعضشون رو بگیریم. رنگ‌های مختلف و شکل‌های مختلف. این صابون چی است؟ این صابون زیره زیره ماست که ما زیره جور کردیم. میره خب بسیار خوب. یعنی خب خیلی دوستا اگر در تصویر ببینید به شکل کاملا شکل یک سنگ داره بخاطر اینقدر زیبا زیبا معلوم میشه. شما زنده باشین. بخیر باشین. این صابونای ما از خاطر نامش هم ارغند مونده. ما ارغنداب داریم، یک دریا دارم مثل سنگای دریای ارغنداب واری ایره ما جور کردیم که هر کدام شکل و رنگ مختلف خود داره. ایره اگر شما در دریا بندازین از سنگ وازی تفاوتش به حساب به مخاطر گفتم هم مردم میفهمن. خب میشه دوباره از این بر ما بگین این چی است؟ این صابون صابون گیاهی است. صابون یک نوع گیاه که به نام ترخ نامیده میشه. بسیار یک صابون بوی خودی داره از او جور میشن. واقعا دوستا که یک بوی فوق العاده داره هر کدامش اما بوی خودش داره. واقعا دوستا میتونن که از تولیدات داخلی و تولیدات وطنی استفاده بکنین اگر میخواین که مثل آقا صاحب مت یک جلد شفاف و جلد خوب داشته باشین. اول از خود لطف پروردگار است و دوم هم برکت همی صابونای ساخت خود وطن است که واقعا یک کیفیت فوق العاده خوب و عالی داره. جا داره که تشکرم بکنم از حامی برنامه ما انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودند. با انرژی اتک قدرت و انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک مشت پرقدرت. بفرمایید آقا صاحب. بفرمایید شما. زنده باشین. واقعیت که مزدار است. اتک طعم خیلی خوب داره و در عین حال یک انرژی کامل. آقاست بسیار زیاد خوش شدیم از این که دیدیم از این کارخانه و همچنان این که شما در کنارتان چند جوان دیگر هم تشویق کردین که کار بکنن و
یک رزق حلال برای فامیلای خود ببرن. خداوند شما را اجر نصیب بکنه. بخیر سلامت باشین. شما زنده و سلامت باشین که تولیدات داخلی کشورم شما به معرفی میگیرین و به مردم نشان میدین. شما زنده و سلامت باشین. بخیر باشین. قربانتان. عزیزای دلم شما هم در ادامه برنامه با ما باشین. آیست آیست میریم به طرف زیارت بابای ولی و آجی صاحب عبدالظاهر سرک هم منتظر ما هست تا بیشتر در او رابطه هم صحبت داشته باشیم. قسمی که آقا صاحب برای ما گفتن که مثل سنگ های ارغنداب است و ما هم میریم به طرف ارغنداب و قسمی هم که یاد کردیم از بند دهله هم دیدن میکنیم. با برنامه خودتان هی میدان و تی میدان باشین. خب دوستان در ادامه برنامه ما آمدیم به جایی که در کنار رود ارغنداب تپه قرار گرفته و اینجا است زیارت بابای ولی، جایی که طبیعت زیبا و چشمانداز خیره کنندهش چشم هر بیننده را به خودش جلب میکنه و کسایی که از این مسیر عبور میکنن سر میزنن به این زیارت و دعا میکنن. در کنار ما هم سرک صاحب است و بیشتر در رابطه با این موقعیتی که ما قرار داریم صحبت ها را میداشته باشیم. باز ان شاء الله میریم داخل زیارت و زیبایی های خیره کننده را اونجا هم به تصویر میبینیم. در طلوع تلویزیون کارکون که تشرق لست بایمه بخیر باشم خوشحال رسول اشتای سلطره لست دایم اروخت را بله در بابا صاحب زیارتی در ارغنداب ولسوالی مربوط دی خب مربوط ولسوالی ارغنداب بله بله در چند کیلومتری شهر ارغنداب قرار گرفته؟ 8 کیلومتری شهر ارغنداب صورت گرفته اینجا بابای ولیست مردم ارغنداب امر بابا صاحب میگه از چه نامش از ثانی عبدال است مربوط قوم سعادت است او یک ولی بزرگ بود مردم قندار بود زیاد ارادت داره و عقیده داره بله و واقعا ایسب که انشالله که صحبت ها زمانی که رفتیم بالاتر در خود آرامگاه می داشته باشیم بله. از این فضا و محیط بر ما یاد بکنین واقعا یک فضای فوق العاده زیبا را اینجا با خودش گرفته قندار در قندار ولسوالی شده ډیر شایسته ولسوالی ده حاصل خیز ولسوالی ده قندار خلک غیر از زیارت څخه میلو د پاروم راځي ډیر میلی کی د لاین تپاش ده که تاسو ګر ټول د میلو د پاره جوړ شوی ده او د چهارشنبې په ورځ یوازې شزی راځي دلته شزی زیارت کی او په خو وختو کې د نوروز اوله چهارشنبه بله بله چهارشنبې اول سالې بلل یوازې د شز د پاره اختصاصي یو شز بلته میډیا کوي نور د کندهار عموما خلک ګرځي د میډیا کی زیارت مو کې ملام کی خب اینجا هم پارک تفریح هم هست که در کنار زمین زیارت اند زیر است د زیر شون است پس میریم سبزوار است سبزوار آلی نامی شندند است شندند است در سنه 820 هجری قمری به سن 93 سالگی اینجا فوت نمود از نامی اصلیش حسن عبدال است بله بله از قوم سعادت است بله پیشتر هم اشاره کردیم بله بله
مردم خندر او را بابا صابون میگه و بابا وجی صابون میگه. خب بسیار خوب. از شخصیت خود بابای ولی برام بگو. یک متصوف بود نه؟ یک ولی بود. به این خاطر که شخصیتش پرهیزگار آدم پرهیزگار بود خوب آدم بود. بسیار خوب. بسیار زیاد تشکر میکنم از خودت آقای صاحب و اگر کوتاه بر ما در رابطه با می آرامگاهی که در دو طرف هم قرار گرفته و همچنان اینجا ما شکل یک چی برش میگن یک دیگ هم دیده میشه بله. اگر در رابطه با اینا هم بگوین کوتاه نه دیگ نیست این خوم است ما خوم میگیم اینا اصلا به داد و بود پرو خب بخاطر آب است بخاطر آب است و مو بر دکو اخلش به تجو داد خود سی بیو بچش درست درست نور دیگ ندیده و این دو آرامگاه که هستن او از دو زمان دفعه شده اشخاص نامعلوم است خب خب ممکن که از امو کسایی بوده که به خود بابای ولی نزدیک تر بودن و همینجا در جوار مزارشان اونا هم دفن شدن سرک صاحب با ما هست شما هم در ادامه برنامه با ما باشین میریم چند تصویر زیبا هم از امی دامنه زیبا را میبینیم و آیست آیست هم میریم به طرف ارغنداب و زیبایی های زیادی را مدنظر گرفتیم ادامه برنامه های میدان و تای میدان در شهر زیبای قندهار است و فعلا ما در بازار ارغنداب هستیم و همی خواستیم که از این بازارم برای شما بگوییم و یاد کنیم و آجی صاحبام در کنار ماست و بیشتر در رابطه با بازار از آجی صاحب مشنویم در ارغنداب در نصفاله یا بازار دی در لرش ده کوتنی مسیت اتفاقیه ده او دو تا سرکاری باغ دی خواه ده بازارون مربوط سرکاری باغ بلند کیزی این بازار مربوط امی سرکاری باغ میشه که انشالله میریم طرف سرکاری باغ هم و قصه که او باغ هم داره از آیسا میشنیم آیسا بازی برمو بگن کیجا نام خدا جمع و جوش امروز چون روز جمعه از بیروبار زیاد است فکر میکنم که اینجا هم شاید جمعه بازار باشه بیر خلق جمعه بازار دلتا دیده ده سرکاری باغ و بغل که او دلتون میلوت بیر خلق را اوتیلی دی سودایو که خلق میلیه که بسیار خوب بیشتر مردم قندهار مصروف چی کاروبار هستن بر علاوه زراعت اینجا هم تجارت میکنه زیادت مصروف تجارت هستن دوستان ببینید که امروز بیروبار زیاد است بیشتر هموطن های ما هم بخاطر از اینکه میرن به میله به طرف بند دهله از این مسیر عبور میکنن و بعض همون ضروریاتی که دارن از همین دکان هایی که در این محل قرار داره از اینجا میگیرن دیگه گفتم هم که نام خدا هموطن های قندهاری ما بسیار مهمان نواز هستن و همچنان خوشکلام و با برخورد بسیار خوب در لر شده رازگان ولایت هم تجده در دیر عمومی لر بنا خواه خواه باش که آیسا بگو حالا ما را نزن خواه این مسیر است که به طرف ولایت رازگان هم رفته درست بسیار خوب خب آیسا بخواه بیا همونتو قدم زده میریم بعض جاها را میبینیم و همونتو میریم به طرف همون سرکاری باخی خوب است بفرمایید دوستان ما پیشتر از جمعه بازار یاد کردیم آمدیم به جایی که اینجا این جمعه بازار درست ببینیم و در رابطه با اینجا قصه داشته باشیم و همچنان در این طرف دست چپ ما که میبینین باغی است که به نام سرکاری باغ مشهور است بیشتر از آجی صاحب اول در ابتدا در رابطه با این جمعه بازار ولسوالی ارغنداب میشنویم در جمعه بازار دی در ارغنداب ولسوالی مربوط بازار دی در یواز جمعه پاورز در بازار اوزی در کلیوال در پاره
دا یو مهم کار په دی چې بل ځای دی رسیدګی نش کولای چې بازار ته ولاړ شي. دلته راځي خپل د اړتیا ور ضرورت سامان چې دی یا ضرورت سامان دلته راځي شي. دا نو یو ځانګړنه یا هم لري. پخوا زموږ تجارانو د شوروي اتحاد سره تجارت کاوه. دا تجارت د برتري په نامه و. برتري دا معنا چې مال په مال و، پیسې نقدې نه وې. جنس به جنس کشمش بیر واسول او په یواز کې کلوشي وو او ولګیت بار کړه. نو دلته دار کوم صدا ویم کیږي چې مال په مال دوی نه پسونه ورکې او ګلګي او غوازي وخت یا پنځه نه پسونه ورکې او غوا وخت دا کار دتم کیږي. فعلا هم دغه دایي جریان داره دی بازار. بس خب میگن که این بازار مثلا روز جمعه اینجا است، روز شنبه به یک ولسوالی دیگه انتقال میکنه و به این شکل در ایام هفته در ولسوالی های مختلفی بازار برگزار میشه. بله هفته که یه روزی پر طول ولسوالی که پرک لریه ولسوالی که یه روزی به ولسوالی که بله روزی. خب ازی برما بگوی صاحب که من اینجا برعلاوه از مواشی اجناس دیگر هم دیدم که اینجا با فروش میرسه و نکته بسیار جالب دوستا میفهمین چی هستی است که دکانها بیشترش سیار است، بیشترش همو موترهایی است که در رو همو مال و اموال برای فروش میارن. باز روزای هفته که تفاوت ها میشه میبرن به ولسوالی های دیگه هم به فروش میرسانن. بگوین برای ما که چی چیزا در این بازار به فروش میرسه. دلتا هر شی خرسی جاد زورت ورد سامان چه دی دلتا ستا تکرانجی، چای ده، برا ده، مواشی ده، نه، پسه ده، غوا ده، گلگان خرسیجی دا قبیل است ډیر شان خسته. باز قیمتا فکر کنم که دای بازار نسبت به دیگر روزا ارزانتر هم است. ارزانتر و ارزانه دی تسا ارزانه دی خپل خلق خپل کار جر خلاصی شي بازار تزی مصرف راځي یا زای نسته دا مو زای دی به دی استفاده کی دی زای. خب از ولایت های دیگه هم میاین اینجا برای زی بازار کسای به فروشنده ها یا کسای که می تجارت میکنن یا خیر؟ نه 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 نو بلاتو سوکنه یواز دا غنده و ولسوالی خلق دل ترازی. خب بسیار خب اینا رو برام بگین در رابطه به مو قصه های امی سرکاری باغ که اینجا رو چرا به نام سرکاری باغ یاد میکنن؟ سرکاری باغ در طرف طول سرکاری باغ دی. سرکاری په دی معنی چې دا دولت جوړ کړی دی، دا وخت حکومت جوړ کړی دی. سرکار دی، دا مربوطه سرکار دی، شخصی باغ نه دی. نو په دی وخت پر هغه ځای باندې یو وخت یو ډېر پنځه منزله تعمیر و چې دا پاچا چې برالی دا ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی دی. خو در زمان ظاهر شاه ظاهر شاه جوړ شوی دی. پاچا چې برالی هم دلته بیا میله کوله یا ډوډۍ ورته جوړه سوی وه یا نور لوړرتبه چارواکي والي و قومندان امنیې و دا کسان دلته راتلله دلې هم یې کوله. اما دا لاند ځای شو دغه ځای مربوط سرکاري باغ دا اوس زموږ بازار دی. دا ټول د کندهار خلکو ته میلهوال و ښه ښه ګلان وه، ښه اواز یې درلودې، خلک پکښې نمبېدله، ښایسته ګلان وه، پارکونه وه، چمنان وه، فوټبال کېدی دلته. فکر میکنم که فضای بسیار کلان است همین سرکاری باغ. بله بله ډېر غټه فضای ده، ډېره ساحه، ډېره پراخه ده او د کندهار ډېر خلک راتلل دلته. خب بسیار خب فعلا از این سرکاری باغ به چی استفاده میشه؟ امو شکو و عظمتی که گذشته ها داشت فکر کنم که فعلا نداره، کم رنگ شده. دلته متاسفانه جنگونه وسپله، جنگو خراب کړي دا ځای. نو اوس کرار کرار خلک پخته دي چې بېرته یې جوړ کړي، ملت راځي خلق. اما پخوانی وختونه خو د جنگو په خاطر باندې دا ځای خراب شوی دی، ډېر خراب شوی. فعلا هم باز هموطنهای ما میاین اینجا عزیز ویا لذت میبرن. اوسم راځي و اوسم راځي خلک راځي جمعه خلاص ملت بس. بسیار خوب. خب دوستا شما هم در ادامه برنامه با ما باشین. خواستیم که همین فضا را هم به رخ شما نازنین های بینده که به پای تلویزیون هایتان نشسته برنامه خودتان های میدان و تای میدان را بیننده هستین به تصویر بکشیم و ناگفته نمونه که حالا میریم به طرف خود باغ های انار در ارغنداب و سرک صاحب هم با ما هستند و بیشتر صحبت ها را می داشته باشیم. بفرمایید برسیم. انار قندار است شیرین ترین و خوشمزه ترین میوه ها در سطح جهان است و انار ارغنداب هم حالا میبینین دوستا که مثل رود خروشان ارغنداب راه و مرزهای خود به بیرون از کشور باز کرده و بیشترش هم به بیرون از کشور صادر میشه. آمدیم به یکی از باغهای انار. آقای صاحب هم در کنار ماست که بیشتر از آقای صاحب میشنویم. در ارغنداب ولسوالی در انار باغ دی.
متاسفانه تاسو داسې وخت راغلي یاست چې دلته انار ټول شکېدلي دي، په درختو باندې نشته. که په درخت کې انار وای نو ډېر ښه منظره یې تشکیلوله. تاسو خپله عکاسي کړې وای. خدا رو شکر که همه قدر هم نصیب ما شد، دیم بسیار زیاد است آیسه. دم د کور لپاره مګرځولي دي، د کور لپاره دي. اما نور انار چې دي دا ټول اوس ځي پاکستان ته ځي، نه هغه ټوله اجاره شوي دي او پاکستان ته استول شوي دي. دا د کور لپاره څه انار موږ ګرځولي دي. د کندهار انار چې دي تاسو ته معلوم ده نړیوال شهرت لري. ډېر ښه انار دي. موږ افغانستان کې څوره کم انار لرو. یو خو هغه په تګاب کې شه بېدانه انار دي، اما د کندهار انار چې دي دا ډېر خوندور دي او ډېر خلک یې خوښوي د کندهار انار. خب دلیل که انار ارغنداب شهرت جهانی داره به نظر شما چی اساسه؟ نو داده دمزک تاثیر دی. دیگه زم زک چه ده؟ حاصل خیزم زک ده. دمزک تاثیر دی. بسیار خوب. در رابطه با می خود از این باغا بر ما بگویم که یک درخت در چقدر دیر با حاصل خیز میشه که؟ انار رو درختی مومن سلور کال وقت نیست. سنی حال کشیده. سلور کال بعدی انار کی. آی صبح شاید امیال بیشتر دوستا و هموطنای ما هم که برنامه رو تماشا میکنن سوال برشان می باشه که ما همی انار خوب وقتی که از بازار میخریم از چی بشناسیم که انار خوب است؟ ده شای انار ده پوست من میشه. از دقا انار دی پوست باید نزکی. خب باید پوستش نازک باشه. نازک باشه ده شای انار دی. اگه پوست دبل و اقا انار چندانی خوندور انار نی. درمات توازه بده یو درمات کم نمونه کدوم؟ ببینیم که چطور است انار. ما خود انتخاب کردیم. به به. وقت اقدر انار پر از آب است که میاله. جای تمام دوستا و عزیزان ما خالی دیگه ما میخوریم و ببینیم که چطور است امی طعم انار ارغنداب. با مثل دانه های یاقوت درخشان و رنگین است. در ارغنده باغونه شدی یواز به انار حاصلات نو که نور درختی هم دلتا دیر است. چرمغز درخت است، زردالو درخت است، البخارا است، شفتالو است، ناک است، گرنگیچ است. دیر درخت نورم که خو عموما باغونه در انار درخت است. بیشتر باغای انار است. وقت دوستا که فوق العاده یک انار خوشمزه و خوب است و در عین حال بسیار هم شیرین. تشکر میکنم آقای صاحب. تشکر. از این برام بگین که امسال همی انارها به کدام کشور هاست و از بیشتر صادر شد؟ بیشتر خو به پاکستان صادرات نداریم. اما در زمین به ایران و میره، به هندوستان و میره، به حتی به شوروی میره، به شوروی کمی میره. دیگه امارات هم تقاضا داره که انار اونجا صادر شوه. ما یک روز دیگه به یک جای دیگه دیدیم آی صاحب کمی هیچ ما فکر نکردم که اینجا انار باشه. مکمل به سرش همین یک شکل خس و خاشاک چی میگن؟ خس و خاشاک یا ورشه ورشه میگیم. اما رو در این پوت میکنه اما اینجا بس خوب نگاه میشه. این به خاطر دزدی پوتش میکنن یا؟ نه که سالم بمانه. سالم باشه و سرد باشه. بله سرد باشه. خب بسیار خوب. بسیار زود تشکر از خودتم لاله قند. در کار و بارت برکت انشالله که موفق سلامت باشی. بخیر باشین. خب آقای صاحب حالا کجا بریم بخیر؟ نان میخوریم میریم نان میخوریم. فکر کنم که امروز این طرف زیاد رفتیم خسته هم شدیم گشنه هم شدیم. ما هم گشنه شدیم. خب دوستا در ادامه برنامه با ما باشین. آقای صاحب کنار ماست و داشته های ما هم باقی مانده. بفرمایید آقای صاحب. همی انار خود خو میگیرم آقای صاحب. اما تو خورده میده. خوش آمدید به ما څنګه دا پروگرام داسې عجل پیرسو نو ستاسو لپاره موږ ته کلیپ نه دی کړی یوازې هغه کندهاري شوربا ده او څه وریجې دي دا هم ستاسو لپاره ترتیب کړي دي سلامت او دا مستې هم د دغه ځای مستې دي دې ځای د غوا او د شیدو مستې دي او دا روب دی روب نو دا انار روب دی خو بسیار خوب
روب انار است در خود ارغنداب جور میشه؟ بله ها خپل ارغنداب کی جوړ دیږي انار روبه کی بیا پر اور باندې کی شډیر چې جوش سو بیا بورا ور اچي نو شګه تاسو او به تبخیر سي نو بیا دا رو پات سي دا نو ډیر دوامدار می در ډیر وخت دوام کوي زیر نه خرابېږي خو خو بسخ بفرمایئ صاحب بفرمایئ بسم الله وقت که فوق العاده است اما واجی صاحب که گفت یک شوربای کندهاری است اگر انار ایو انار پرتن برستن اما بیدن این که درد چی میکنن واجی صاحب؟ یه بر او میکنیم برای شوربای شد خو خو سایست؟ درست است واجی صاحب درست است سلات هست این دیگه شوربای انار که میگن آیسا به میشه کل آماده میشه دیگه نه او جدا تر او هم اوی شوربای که از کلی اوی انار است اونجا جوش میشه در دیگ خواه خواه او را شوربای انار میگن وقت که بسیار خوشتم و مزدار است نگفتنمونه که از این روب انار هم کمی بگیریم و طعمش ببینیم که چطور است طعم متفاوت داره دیگه یک ذره ترش هم هست شیرین هم هست و نگفتنمونه که خیلی هم عالی است جا داره که تشکرم بکنم از حامی برنامه ما انرژی اتک مشت پرقدرت میتونم آیسپ انرژی هم نوشیدن بکنم دوری چی مو خورم کرا از کل دوری نوشیدن که منزون و آوزون بگو کن یا با دلیه طرف تری سودالم دلی دو زایدی کندر که آزانه زایدش خلق گلتون دیر میلیه باسی به خصوصا در جمعه فورت یک بندی دوبو باندې پلیدل ارزی به تاسو غزای مو بس خوب ما شنیده بودم اما تا فعلا نرفتیم جای خیلی خوب است ان شاء الله که میریم از شما هم در ادامه برنامه منتظر باشیم داشتای ما باقی مونده بفرمایید و بالاخره به جای رسیدیم که سکوت بیابان و رنگ زیبای آسمان به این بند زیبایی از جرا خیلی زیاد ساخته و ما هم آمدیم به بند دهله و بیشتر صحبت ها را در رابطه با بند دهله از زبان آی صاحب مشنویم در بند در دهله پنامه یجیره دهله به دیگه خطر بودیش در منطقه در دهله پنامه ده نه در دهله بندی بله بله دیه بند تقریبا دو اویا کال کیږي نو دا بند چې د کندهار لپاره ډیر حیاتي اهمیت لري خصوصا د ډیر ولسوالۍ لکه د ارغنداب ولسوالۍ د ډنډ ولسوالۍ او داسې ژړې ولسوالۍ د پنجوایي دی دا ټول د دغه بند څخه اوبیږي باغونه ټول اوبیږي همي منشأ آبی از این بند از کجا سرچشمه میگیره دا د ارغنداب د رود سرچشمه اخلي ارغنداب رود دغه سره شروع دی مقر و د غزنی سره شروع دی بله بله دا سرچمه ده درست نو دغه دی دا کار جوړ شو دی ټول کندهار په دغه بند آباد دی از بزرگی از بند بگوین وقت که یک بند خیلی بزرگ است که گفته میشه که دومین صدا در سطح افغانستان است با بزرگیش بسیار زیاد است این طرف تنها اون طرف نیست که معلوم میشه اون طرف هم زیاد ایسای زیاد داره او طرف تشوارسی پرشاوی دی او بشی دیرسی پرشاوا بنجر او بید او با اغا او بون پر رود که بیجی او
ورسته بیا دغه بندې دلته ماشین فروتی چې دغه ځای سبیا د دې بند سبیا او بوی لکی رغنده ورو باندې ګډیږي د دې بند لاندې یو څه پارکم جوړ دی چې ډیر درخت دی باغونه دي دلته خلک راځي د کندهار خلک هلته میلې کوي همی باغی که مقابل ما هست بله بله این فضایی است که دوستا و هموطنان ما میان برای همو میله جا است که ما پیشتر هم یاد کردم میان و از این فضا لذت میبرن و ایام خود سپری میکنن. خب از این بگوین که چقدر اهمیت اقتصادی داره همچو بندها در کشور؟ اهمیت اقتصادی خب بسیار زیاد داره. این خب معلوم است نه نتیجهش به کلی مردم معلوم است. بند خب اولین چیز که بنیادی شیدی بند باید پر طول افغانستان که داشت بندون جور سی. خیلی خوب. آی صاحب از این برای ما بگوین من اینجا چند دانه کشتی یا هم قایقکا را دیدم به آب ولی واقعا بگوین دوستا که من دل نکردم برام بشینم گفتم نشه که نه خواهی مردم تو میبینی که آه خب زیاد نیست باز وقتی که یک جایی که یک چیز کم میباش آدم دل نادل میباشه باز زمانی که بنده امیر رفتیم چون قایقا خیلی زیاد بود دیگه اونجا آدم باز رفتیم و از فضایش لذت بودیم ولی اینجا هم آرزوی زیر داریم که بیشتر توجه صورت بگیره و جاهای دیدنی هم چون جاها برش ساخته شد و مثلا هتل ها و مراکزی باشه که دوستا و هموطنان ما که میان از همچو محیط و همچو فضا بیشتر لذت ببرن. بله بله. خب آقای صاحب عبدالظاهر سرک بسیار زیاد تشکر میکنم از شما هم از اینکه از بام تا فعلا کنار ما بودین از مهمان نوازیتان از لطفتان یک دنیا سپاس. زوم دیر خوشحال هستم استاسی مولدل است استاسی پیلدو خوشحال هستم خدای ما هر وقت راوله دیر مننه دیر تشکر بخیر باشین اگر کدام پیامی هم دارین کمرا در خدمتتان است پیام خدمتداری شی افغانستان خلق ته شی ټول باید دغه سی بندو په جوړولو کې مرسته وکي علاقه ښکاره کړي که موږ داسې بندونه هر ځای ولرو ان شاء الله زموږ وطن به خودکفا شي او د نورو د احتیاجی سره به خلاص شو بخیر سلامت باشین قربان شما خب حیزا برنامه ادامه داره و ما هم آهسته آهسته چند قدم میزنم در بند دهله و از زیبایی های اینجا هم میبینیم و شما عزیزا هم لذت ببرید در ادامه برنامه با ما باشین و خداحافظی ما هنوز باقی مانده کشتی هم آماده است دیگه میخواییم که بریم و من خواستم گفتم یک بار بیشینم به این کشتی هم از ازش کم لذت ببریم مگم بسیار یک زینه های خطرناک برش بگویم همی رقم است و آیست آیست میریم باز دوستای دیگه ما آمدن برای تفریح و سیاحت و خواستن که به کشتی بیشینم من خواستم که برم و یک بار ببینیم که چی خبر هست هموطنان عزیز ما فعلا در بند دهله ولایت زیبای قندهار هستیم مستم و جمعی از دوستا و عزیزایی هستند که برای سیاحت آمدند و خواستیم که از این فضا هم لذت ببریم حالا میریم یک قایق سواری میکنیم و شما را هم به حلای یکتا و به همتا میسپارم تا برنامه بعد تا های میدان و تای میدان دیگر خدا نگهدار زنده باد پاینده باد افغانستان بریم بخیر